طلاب حوزه علمیه نجف اشرف با مرجعیت شیعه دیدار کردند. جمعی از طلاب علوم دینی از حوزه علمیه نجف اشرف با مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزله در شهر مقدس قم دیدار کردند. به گزارش پایگاه تلارستانی دفتر آیت الله شیرازی در این دیدار معظم الله ضمن توصیه هایی به طلاب علوم دینی تلاش، تقوا و اخلاق نیکو را از مهمترین عوامل موفقیت طلاب علوم دینی برشمردند. مرجعیت شیعه در ادامه سخنان خود احتمام ورزیدن به امور جوانان و جذب و هدایت ایشان را از مهمترین وظایف طلاب علوم دینی خواندند و این امر را برای آینده درخشان عراق ضروری دانستند. مرجالی را تاکید کردند که برای جذب جوانان عراقی باید تمام توان خود را به کار گرفت و آنان را با آموزه های اصیل اهل بیت علیه السلام آشنا کرد چرا که جوانان امیدهای آینده عراق خواهند بود آیت الله العظمای شیرازی در پاسخ به درخواست یک طلبه مجاهد هشت و شبی دو توصیه به نیروهای مردمی عراق بیان داشتند معظم الله نخست با بیان این فراز از زیارت جامعه کبیره که میفرماید هر که بر اعمه اطهار تقدم جوید از دین بیرون رفته و کسی که از ایشان عقب ماند به نابودی گراید و فقط ملازم ایشان به حق خواهد رسید از مجاهدان خواستند تا تمام فعالیت‌های خود را در چارچوب آموزهای اهل بیت علیه السلام انجام دهند مرجع قادر در توصیه دوم با اشاره به آیه 46 از سوره انفال که خدای متعال می‌فرماید و با هم نزاع مکنید که سست شوید اتحاد و دوری از نزاع را بسیار ضروری برشمردند و آن را تنها عامل موفقیت و نجات ملت ستمدیده عراق عنوان کردند